قرآن کریم می‌فرماید دو چیز در آینده باعث گمراهی مردم میشه: فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات. یکی کاهلی به نماز، یکی شهوت رانی. نخستین توصیه هستش که این غریزه خفته رو بیدار نکنید. دست خودش نیست. چرا دست خودش نیست؟ چیکار این غریزه خفته با فیلم های مبتذل بیدار میشه، با سایت های مبتذل بیدار میشه، با نشستن پای صحنه های محرک بیدار، با نگاه به نامحرم، با نگاه به زنان بدحجاب، با دوستی های ناشایست با رفقا و شهوت انگیز بودن رفاقت ها تحریک میشه، با تنها ماندن، با به خود اندیشیدن تو بحث گناه، با اینا تحریک میشه دیگه. و لذا بعضی از دوستان جوان سوال میکنن، مبتلا به بعضی گناهان هست، گناهانی که جنسیه و شخصی هم هست، پای کسی تو کار نیست ولی خودمون مبتلا هست. ما توصیه میکنم تنها نمانید، فکر نکنید، جایگزین مناسب پیدا کنید. جوان عزیز، اونقدر ورزش و درس و کار و تلاش و اینها خب داشته باش که شما به این مسئله در برای شما فشار نیاره. این قضیه طبیعی، جوان یه غذاهای خوب بخوره، دائما استراحت بکنه، کار و فعالیت و ورزش هم نداشته باشه، پای صحنه های حرام هم بنشینه، تحریک میشه. جایگزین پیدا کنه، عفت بورزه، با روزه، با عبادت، با زیارت، با خویشتنداری. خب اگه واقعا جواب نداد، گاهی ممکنه بگه همه این راه ها رو میرم جواب نده. خب توصیه اسلام به ازدواج هست. اگر یک جوانی همه فکرش تو ورزشه، یک نویسنده همه فکرش تو نویسندگی است، وقتی فکر میره تو یک محور خاص، طبیعتا از این بعد شهوانی خارج خواهد شد. خیلی ضمن اینکه آقای شریعتی هم یادم رفت بگیم به عواقب اخرویش هم فکر کنن دیگه. بالاخره چقدر گناه بزرگ، بوی تعفن فرد زناکار اهل محشر رو آزار میده. کسی که خدای نکرده دچار معصیت های همجنسگرایی بشه یا خود ارضایی بشه، چقدر گناه بزرگی که فرشته ها نفرینش میکنن، زمین و زمان نفرینش میکنن. به آثارش هم فکر کنه دیگه، بالاخره ما یه عامل بازدارندمون هم